نه اینجا نه اینجا نه یکم جلوتر برو از اینجا که تکرار میشه. آها این هفته در کلیک میریم که با استفاده از داده های دریافتی از زمین رقص یک آنتم یا سرود رقص درست کنیم. آهنگی که مخاطبانش هم به طریقی همه در ساخت و اجراش مشارکت دارن. پس از اون کارکرد فناوری موبایل در کاهش استراب در مبتلایان به اوتیسم رو بررسی میکنیم. در ادامه نگاهی میندازیم به تحولات تازه‌ای که در فناوری برچسب گذاری مواد غذایی پدید اومدن. و در نهایت اخبار فناوری و وب نورد هم تکمیل کننده کلیک این هفته خواهند بود. خوش اومدید به کلیک. من نیما اکبرپور هستم و خوش اومدید به موزه علوم لندن. ما امروز با این مؤسسه یک همکاری منحصر به فرد داریم. درباره تجزیه و تحلیل داده، جمع سپاری و اپ‌های بیشمارش حرف زیاد زده شده. اما ما می‌خواستیم که خودمون در این باره یک بازی و انگولکی بکنیم. برای همین رویداد خودمون رو راه انداختیم. رویدادی به نام رقص دموکراتیک توی این اتاق. الجی ریچ، هکر و موزیسین کلیک قصد داره تا با استفاده از برنامه نویسی و به صورت علمی یک آنتم یا سرود رقص بسازه. چه کسی درباره موسیقی بیشتر میدونه؟ آهنگساز، نوازنده، مخاطب؟ این سوالی که حسابی ذهن منو به خودش مشغول کرده. موسیقی رقص هدفش اینه که به مردم حس خوبی بده و اگه مخاطباش بتونن کنترلش کنن، شاید ما چیزی یاد بگیریم و شاید حتی بتونیم آهنگی تولید کنیم که کسی نتونه جلوی خودشو بگیره و باهاش نرقصه. این داده ها میتونن به تنظیم آهنگ های حماسی کمک کنن که من فکر میکنم همه آدم ها ازش لذت میبرن. من راجع به این موضوع یه پست وبلاگی نوشتم و اینطوری تجربه موسیقی رقص دموکراتیک متولد شد. حالا وقتشه برم سراغ یه عده هکر برای همکاری در این زمینه. آدم، راب و امی، اتحادیه رقص برای علم. اول من این آهنگ‌های رقص رو تحلیل می‌کنم. بله، در اسپردشیت‌های اکسل. محبوب‌ترین آهنگ‌ها از اونی که من فکر می‌کردم آهسته‌ترن. بین 125 تا 129 بی پی ام یا همون ضرب در دقیقه. بعد یه مقدار داده راجع به نوع صدا و ساختارهایی که بین این آهنگ‌ها مشترکه جمع می‌کنم. مثلا این آهنگ‌ها همه‌شون یه تم دارن و یه ساخت یا بیلد و یه قسمت دراپ. خب، پس من بر اساس این تحلیل‌ها یه سری آهنگ نوشتم و دادم به آدم. برنامه این که اون نوشته یه تکه به خصوص از هر کدوم از این آهنگ‌ها رو می‌زنه. تکه که بر اساس دستوری که از دستگاه راب میاد انتخاب میشه. کامپیوتر راب به کسایی که می‌رقصن اجازه میده با فشردن دکمه‌ای روی گوشیشون موسیقی رو کنترل کنن. وقتی 80% مخاطبین یه دکمه رو روی گوشیشون فشار بدن، یه دستور به کامپیوتر آدم فرستاده میشه که دراپ رو شروع کنه یا خیلی ساده صدای بیس رو در بیاره. بر اساس خروجی کامپیوتر آدم، امی داره یه چیزای بصری تولید میکنه. کار عظیمیه، قطعاً عالی در میاد. البته اشکالات زیادی هم ممکنه پیش بیاد. بعد از چند هفته که رفتیم فضای موزه علوم از نزدیک ببینیم، معلوم شد اونجا یه سیستم صدای خیلی عالی داره. متخصصین ما رو به سیستم وصل میکنن و روز اجرا سر میرسه. شرکت کننده ها خیلی بیشتر از انتظارمون بودن که نشون میده ایده برای مردم جالب بوده. شما میخواین مخاطبینتون رو در یک منطقه محدودی نگه دارین. بعضی میدونن که دراپ کی شروع میشه و اونایی که میدونن بیشتر لذت میبرن تا اونایی که نمیدونن. با ایجاد هیجان و بعد پایین آوردنش به یه حس خوب و آروم، شما انتظار اونا رو برآورده میکنید. و انتظار از ما زیاده. چند صد نفر منتظرن که بیان تو و ما با وجود اینکه یه ماه کار کردیم، هنوز فرصت آزمایش این هک 4 نفره 6 کامپیوتری رو نداشتیم. It's 40 minutes to go. We are trying to finish. 40 دقیقه مونده به شروع برنامه. داریم سعی می‌کنیم قبل از اینکه مردم بیان تو کد نویسیمون رو تموم کنیم. من خیلی دلهره دارم ولی خیلی هم هیجان زدم و امیدوارم که همه چی درست از آب در بیاد. Just have to hope everything's working. و
وقتش مخاطبان رو به شبکه وصل کنیم. از اونا خواستیم که بعد از وصل وایفای یه انگوش بذارن روی تلفن هوشمندشون تا ما اونا رو ردگیری کنیم و یه فهرست قرد دادن درست کنیم. وقتی دکمه دراپ در دسترس قرار گرفت، آدما میتونن آهنگ رو کنترل کنن. اما ایداد، نه. فکر کنم ما بیشتر از 8 نفر شرکت کننده داریم. حس میکنم سیستممون یه اشکال کوچیک داره. وایفای ما از این لپتاپ میاد و اگه بیش از 8 نفر بخوام وصل بشن اونا رو میندازه بیرون. حتی لپتاپ خودمون رو هم که داره این تصویرها رو تولید میکنه انداخت بیرون. اگه نمیتونین وصل بشین نگران نباشین، داریم درستش میکنیم. خب این بخش اول بود که تموم شد، که در ضمن وایفای ما از کار افتاد. موقعی که دارین با چند تا چیز کار میکنین و وقت آزمایششون رو ندارین، معلومه که یه چیزایی خراب میشه. به هر حال نمایش بعد ادامه داشته باشه. این دفعه اول من نیست که روی صحنه میرم، ولی 80% داره کار میکنه و من یه راه حل برای شرط پیشبینی نشدم دارم، انجام دستی کار. خب ما برگشتیم به کاری که دیجی ها انجام میدن و با نظاره کردن جمعیت سعی کردیم ریتممون رو تنظیم کنیم. نمایش بصریمون هم داره خوب کار میکنه و مردم آهنگو دوست دارن. هر وقت ما یه کاری میکنیم که هیچ که قبلا نکرده، وسط کار میفهمیم که چرا تا حالا کسی این کارو نکرده، چون خیلی سخته. ولی مردم هنوز دارن حال میکنن و ما هنوز داریم اطلاعات میگیریم. منظور اصلی ما هم همین بوده. پس در کل من راضیم. شب اجرا نتونستیم از گوشی‌های موبایل اونطوری که می‌خواستیم استفاده کنیم، ولی تحقیقات مفیدی کردیم و باز دوباره سعی می‌کنیم اینو راه بندازیم. و نتیجه این تحقیقات دفعه آینده به کار میاد. در اصل این کار یه آزمایش اولیه در ملعام بود و ما خوشبینیم که این فهرست قرد دادن رو بالاخره کشف کنیم. بنابراین قصد داریم که اتحادیه رقص علمی رو یه دور دیگه امتحان کنیم. به هر حال این آقا رو نمیشه زیاد معطل گذاشت. اینم از رقص و انجام حرکات موزون به شیوه علمی. ایستگاه بعد اخبار فناوری. توییتر، نتفلیکس و ردیت در یک اقدام اعتراضی با کم کردن سرعت دسترسی به سایت‌هاشون، حمایتشون رو از نت نوترالیتی یا بی‌طرفی در اینترنت نشون دادن. این شرکت‌های بزرگ نگرانن در صورت تصویب قوانین تازه، مجبورشن برای حفظ سرعت دسترسی مردم به سایت‌هاشون پول بیشتری پرداخت کنن. در حال حاضر قانون در این زمینه چندان روشن نیست. شبکه‌های کابلی ارائه دهنده اینترنت خدماتی مثل نتفلیکس رو که پهنای باند زیادی نیاز دارن تحت فشار گذاشتن تا پول بیشتری بدن. مخالفین میگن این کار به نابرابری در اینترنت منجر میشه و دسترسی به سایت‌هایی که پول ندن رو به شکل ناعادلانه‌ای کند میکنه. مایکروسافت در حال صحبت با موجنگ تا این استودیوی سازنده بازی ماینکرافت رو بخره. گزارش‌ها حاکی از اینن که ممکنه این شرکت سوئدی به قیمتی بالغ بر 2 میلیارد دلار کلن توسط مایکروسافت خریداری شه. ماه ژوئن امسال اعلام شد حدود 54 میلیون نسخه از ماینکرافت به فروش رفته. بعد از اون هم این گیم برای ایکس باکس وان و پلی استیشن 4 عرضه شده که به تب میشه حد زد تا این لحظه رقم فروشش از این مقدار هم فراتر رفته. اولین خودروی قابل حرکتی که به صورت سه‌بعدی پرینت شده در شیکاگو ساخته شد. درست شنیدین. الان دیگه میشه ماشین رو هم پرینت کرد. البته تا حدودی. استراتی 40 تکه داره که در عرض 44 ساعت پرینت میشن و بعد با موتور الکتریکی، باتری، سیم‌ها و اتصالاتی که از منابع دیگه تأمین میشن سر همش میکنن. لوکال موتور سازنده این خودرو میگه اونو اواخر سال جاری میلادی وارد بازار آمریکا میکنه. و یکی از بزرگترین ریسک ها در سرمایه گذاری که تا این لحظه در تاریخ گیمینگ صورت گرفته رو باید به نام شرکت اکتیویژن نوشت. ریسک مزبور اقدام برای تولید گیمی بوده تحت عنوان دستینی که از قرار معلوم جواب هم داده و تو هفته اول ارزش در بازار 500 میلیون دلار فروش داشته. ساخت این گیم بیش از 5 سال زمان برده. 200 میلیون دلار هزینه شده و 500 نفر در تولیدش مشارکت کردند. با این موفقیت چشمگیر در فروش دستینی میشه پیشاپیش حد زد که احتمالاً همین الان اقدامات لازم برای ساخت قسمت بعدیش هم شروع شده. اما در دنیای فناوری اتفاق پرسر و صدای دیگه‌ای هم افتاده. از تیم کوک مدیر عامل اپل شبیه استیو جابز استقبال شد.
کوک با انتخاب همون سالونی که بنیانگذار و مدیرعامل سابق این شرکت 3 دهه پیش کامپیوترهای مک رو معرفی کرد، سعی کرد حداقل به طور سمبولیک بگه دوره تازه آغاز شده و اپل هنوز میتونه آینده رو تغییر بده. اپل ابتدا از آیفون‌های تازه رونمایی کرد. بسیاری از جزئیات این گوشی‌ها پیشتر به بیرون درز کرده بودن. اونا نازک‌ترن، سریع‌ترن و دوربینشون هم بهتره. و از همه مهمتر هر دو آیفون 6 و 6 پلاس بزرگتر از آیفون‌های فعلی‌اند تا بالاخره بتونن خودشونو به رقبای بلند قد اندرویدیشون برسونن. رقبایی که جاشون رو در بازار تنگ کردن. قدمی نچندان بزرگ برای شرکتی که شعارش تغییر دنیاست. اما شاید انقلاب در جای دیگه ای نهفته باشه. آیا اپل پی، خدمات پرداخت پول بدون تماس اپل، انقلابی در نحوه خرید ما ایجاد میکنه؟ این خدمات که با تعبیه تراشه NFC یا ارتباط حوزه نزدیک در 2 مدل تازه آیفون ممکن شدن، به کاربر اجازه میده تنها با نزدیک کردن تلفنش به صندوق پول پرداخت کنه. البته تراشه NFC مدت هاست در گوشی های اندرویدی تعبیه شده، ولی کاری که اپل کرده همراه کردن مهمترین ارائه دهندگان کارت های اعتباری، یعنی ویزا، مسترکارد و آمریکن اکسپرس، و همینطور چندین فروشگاه زنجیره‌ای بزرگ مثل CVS، مکدونالد، سابوی و دیزنی، و همین خیلی ها رو امیدوار کرده که شاید بالاخره NFC کارکرد جدی خودش رو پیدا کنه. با این حال بعد از هک شدن حساب‌های iCloud سلبریتی ها، آیا کاربران میتونن از نظر امنیتی به اپل پی اعتماد کنن؟ اپل در این زمینه خیلی هوشمندانه عمل کرده و به صراحت اطمینان داده هیچ چیز در گوشی ذخیره نمیشه و هیچی به کلاود منتقل نمیشه. اما این همه ماجرا نبود. اپل از دستگاه تازه‌ای رونمایی کرده که مدت هاست همه انتظارش رو میکشیدن. ساعت هوشمندی به نام اپل واچ. هرچند ظاهرش شبیه ساعت‌های هوشمند دیگه به نظر میاد، ولی نحوه تعامل باهاش کمی با اونها متفاوته. علاوه بر لمسی بودن نمایشگر این ساعت، میشه با چرخوندن این پیچ فرامین مختلفی مثل زوم کردن رو اجرا کرد. با نصب حسگری که ضربان قلب رو اندازه‌گیری میکنه، اپل روی استفاده‌های این ساعت در زمینه سلامت و بهداشت تاکید کرد. به جز این، اشکال متفاوتی برای ساعت‌های دیجیتال طراحی شده که ترکیبشون با چند بند مختلف و 2 اندازه جنبه‌های شخصی و زیبایی ساعت رو هم پوشش میدن. البته این ساعت فقط با آیفون کار میکنه و به کمک قدرت و امکانات اون میتونه مجموعه‌ای از نیازهای شخصی فرد رو روی ساعت به نمایش در بیاره. مردم هنوز علاقه زیادی به خرید ساعت‌های هوشمند نشون ندادن، ولی اپل و بسیاری از طرفداران پروپا قرصش فکر میکنن اپل واچ میتونه این معادله رو تغییر بده. وقتی آیفون بیرون اومد میگفتن من فقط میخوام باهاش تلفن کنم. انگار همه کسایی که ایده های جدید تو این زمینه داشتن چیزی حالیشون نبوده. حالا اونا عقب افتاده به نظر میان. الان هم خیلی ها خواهند گفت که من میخوام ساعتم فقط بهم زمان نشون بده. باشه، بیایم پس برگردیم به دوران قارنشینی. ساعتتون همچنان زمان نشون میده و مغازه هم ساعتهایی میفروشن که زمان نشون میده و منم براتون آرزوی موفقیت میکنم. اما این یه چیز دیگه است. این ساعت متفاوت و خوش ساخته. اما سوال اینه که آیا با قیمت $350 که از همه ساعتهای هوشمند موجود در بازار گرونتره، اونقدر جذاب هست که مردم عادی رو به خریدش متقاعد کنه؟ همه ما معمولا یه خود مضطرب میشیم، اما برای کسی که اوتیسم داره تلاش برای خونسرد بودن در یک محیط پرسر و صدا معمولا با تشویش زیادی به همراهه. اما پژوهشگران دانشگاه لنکستر ابزارکی تولید کردن که ممکنه در حل این مشکل یاریگر باشه. والری اوتیسم داره، چیزی که از هر 100 بریتانیایی یک نفر بهش مبتلاست. اون 15 سال پیش در سن 37 سالگی متوجه شد که دچار اوتیسمه و اون موقع تازه فهمید چیزی وجود داره که در همه سالها درک اون از جهان و زندگی رو تحت تأثیر قرار داده.
اوتیسم زندگی رو خیلی برام سخت کرده. بعضی وقتا نمیفهمم آدما دارن چی میگن. وقتی میرم یه جای جدید یا باید یه کاری کنم که تا حالا انجام ندادم، باید کلی فکر و تلاش کنم و مضطرب و نگران میشم. بیرون رفتن در جامعه هم برام خیلی سخته. خرید از مغازه برای خیلی از ماها یه کار ساده روزمره است، اما برای کسایی که با اوتیسم زندگی میکنن، غیر قابل پیش بینی بودن اتفاقاتی که بیرون و تو خیابون رخ میده نگرانی زیادی ایجاد میکنه. هرچند شاید وسیله‌ای که این روزا همیشه همراهمونه بتونه در کم کردن این اضطراب‌ها کمک کنه. محققین دانشگاه لنکستر تونستن با ترکیب یک توپ نرم که برای کم کردن استرس فشار میدین، با یک گیم کنترلر حساس به فشار و یک اپ موبایل، نمونه اولیه‌ای از یک تکنولوژی رو ارائه بدن که باهاش میشه از اضطراب حاصل از قرار گرفتن در محیط‌های اجتماعی فرار کرد. اون توپ فشاری توسط بلوتوث به گوشی وصله. خود گوشی میتونه تو کیف یا جیبتون باشه. هر موقع که اینو برمیدارین و شروع میکنین باش کار کردن، اپ گوشی شروع میکنه به ثبت حرکات شما. اپلیکیشن وقتی که از حرکات فرد متوجه میشه که دچار ناراحتی شده، میتونه به نزدیکان اون فرد پیام بفرسته برای درخواست کمک، یا اینکه میتونه یه جوری حواس فرد رو پرت کنه تا از اضطرابش بیرون بیاد، مثلا براش یه ویدیو یا یکی از آهنگهای مورد علاقه‌ش رو پخش کنه. اوتیسم در مورد هر فردی شکل خاص خودش رو داره، اما مثلا برای ول حتی خرید از فروشگاه هم بدون کمک غیر ممکنه. چه جور چیزی؟ فکر می‌کنی این خوب باشه؟ تکنولوژی‌های مثل این میتونن به کمک تلفن همراه به فرد استقلال بیشتری در زندگی ببخشن. اگر این فناوری مورد استفاده قرار بگیره، میتونه بهش کمک کنه که کنترل بیشتری بر امور خودش داشته باشه، به جای اینکه لازم باشه من شخصا همیشه کنارش باشم. چون کمک رو روی گوشی داره و یا وقتی ناراحت و مضطربه میتونه به کمک این فناوری موزیک گوش بده یا لیست خریدش رو روی گوشیش مرور کنه. محققین برای نهایی کردن محصولشون با گروهی از مبتلایان به اوتیسم کار کردند تا بتونن اشیاء دیگر رو هم به غیر از توپ به کار بگیرن و همینطور با انواع حرکات دست و بدن این افراد موقع اضطراب و بیقراری آشنا بشن. وقتی دکتر به ول اعلام کرد اوتیسم داره، قدم اول برای زندگی مستقل اون برداشته شد و حالا تکنولوژی هم به کمک اومده تا اون بتونه تو دنیایی که گاهی براش خیلی ترسناک میشه راحت تر زندگی کنه. از وقتی بهم گفتن که مشکلم اوتیسمه، خب زندگیم بهتر شده، چون مسئله‌مو شناختم و سعی کردم یاد بگیرم باهاش چجوری زندگی کنم و چجوری خودم در مورد امورم فکر کنم. حالا یک فناوری ساده اما مؤثر. معمولا وقتی از یک ماده غذایی استفاده می‌کنیم، به تاریخ انقضای روش دقت می‌کنیم که نگذشته باشه. در همین راستا یک دانشجو ایده‌ای ارائه داده که بهتر بتونیم از این تاریخ سر در بیاریم. این گزارش رو با هم می‌بینیم. تاریخ مصرف محصولات غذایی رو معمولا چاپ می‌کنن و روی محصول یا روی بسته‌بندیش می‌چسبونن. اما نظرتون چیه اگر علاوه بر مشاهده بشه اونو احساس هم کرد؟ این برچسب ژلاتینی رو اگه تا وقتی که ژامبون قابل مصرف لمس کنین، خیلی نرم و یک دست حسش میکنین. اما به محض اینکه موعد مصرفش سر بیاد، برچسب هم یه جورایی ناصاف و پر دست انداز میشه. سولویگا پوکشتایته مخترع این برچسب هاست و طرحش نامزد دریافت جایزه جیمز دایسون شده. من دیدم کسایی که مشکل بینایی دارن به تاریخ انقضای نوشته ها روی مواد خوراکی دسترسی ندارن. برای همه میخواستم یه راه حل لمسی برای اونا پیدا کنم. ولی برای فروشنده ها تولید چنین چیزی، اونم برای یه اقلیت محدود، به صرفه نیست. و بنابراین دنبال یه چیزی بودن که به این ایده یه ارزش افزوده بده.
پس فکر کردم ببینم چه مشکل دیگه ای رو میشه از این طریق حل کرد. اینجا بود که من از یک محصول طبیعی استفاده کردم، یعنی ژلاتین، که وقتی میریزینش تو قالب منجمد میشه و شما اون رو روی این برجستگی ها میریزین. چون این پروتئینه و یه محصول طبیعیه، همزمان با غذا فاسد میشه و وقتی فاسد میشه برمیگرده به حالت مایع. اون وقت انگشتتون رو که روی این برجستگی ها میکشین میتونین حسش کنین و اینطوری نشون میده که غذای داخل این بسته فاسد شده. اما آیا این برچسب ها میتونن بین محصولی با تاریخ مصرف دو روزه و یکی دیگه با تاریخ مصرف دو هفته ای فرق بگذارن؟ فرمولش یکیه، فقط باید درصد غلظت ژلاتین رو زیاد کنین. هر چی زیادتر باشه بیشتر دوام میاره. با این حال ژلاتین تنها جایگزین جدید برای برچسب‌های کاغذی و چاپی محصولات نیست. یه رقیب دیگه هم وجود داره و اونم این ماشین لیزریه که ظاهراً سودای مشابهی رو در ذهن داره. همین چند ماه پیش اتحادیه اروپا به این فناوری که از اکسید آهن و هیدروکسیدها برای برچسب گذاری میوه و سبزیجات استفاده میکنه مجوز فعالیت داد. تقریبا هر جور اطلاعاتی رو میشه با این ماشین روی محصول هک کرد، مثل لوگو، بارکد، قیمت، تاریخ مصرف و حتی اطلاعات مرتبط با چگونگی تولید و به عمل اومدن محصول. Laser labeling systems around before. سیستم‌های برچسب دادن لیزری قبلاً وجود داشتن. ولی این اولین سیستمی که به میوه به هیچ وجه صدمه نمیزنه. کاری که می‌کنه اینه که فقط یه خورده از دونه‌های رنگی روی پوستش رو برمی‌داره، بدون اینکه پوست میوه رو ضعیف یا چروک کنه یا دوره رسیدن میوه رو در اون نقطه تسریع کنه. این روش فواید زیست محیطی زیادی داره. در حال حاضر از برچسب‌های کاغذی برای شناسایی استفاده میشه. اینا باید در کارخونه تولید شن، بعد به گوشه و کنار دنیا فرستاده شن تا روی محصول چسبونده بشن. ولی فناوری جدید از طریق یه مودم به دستگاه فرستاده میشه و هیچ نیازی به انبار کردن برچسب نیست و طرحش رو میشه خیلی زود عوض کرد. تولید گازهای گلخونه‌ای یا ردپای کربنش هم فوق‌العاده کمتره. ما این رو اول روی پرتقال آزمایش می‌کنیم، ولی محصولات دیگه‌ای رو هم در نظر داریم. مثلا به کدو حلوایی برای هالووین فکر می‌کنیم. چون شما می‌تونید روی اونها طرح صورت رو با آسونی با لیزر هک کنین تا بعد مشتری خودش اونو از دل کدو در بیاره. به این ترتیب میشه گفت که این روش‌ها می‌تونن آینده برچسب‌گذاری مواد غذایی باشن. هرچند ممکنه همه دوست نداشته باشن همچین چیزی رو میوه‌شون ببینن. ببینم پارسال این موقع چیکار میکردید؟ اصلا پیرار سال چیکار میکردید؟ اگه حافظتون یاری نمیکنه، بیتا یک اپلیکیشن خوب برای یادآوری خاطراتتون داره. There's a place in time in the back of my mind. بعضی از خاطره ها همیشه توی یاد آدم میمونن و بعضیاشون فراموش میشن. تایم هاپ یه اپ مجانی برای اندروید و آی او اس که توی حساب های کاربری شما در شبکه های اجتماعی میگرده و هر روز چیزایی رو که سالهای گذشته در همون روز پست کردید بهتون نشون میده و خاطراتتون رو زنده میکنه. این روزا خیلی از کاربرای شبکه‌های اجتماعی بیشتر تجربه‌های زندگیشون رو آنلاین با دیگران به اشتراک می‌ذارن. به گفته اریک شمیت، مدیر اجرایی شرکت گوگل، حجم اطلاعاتی که ما در طول دو روز بیرون می‌دیم به اندازه کل اطلاعاتی که از آغاز تاریخ تمدن بشری تا سال 2003 تولید شده. همچنین نرم‌افزاری می‌تونه کمک کنه خاطرات خوب فراموش شده‌مون رو بین این همه پست پیدا کنیم. میتونید حساب کاربریتون رو به شبکه‌های اجتماعی مختلف مثل فیسبوک، اینستاگرام و فورسکوئر وصل کنید و هر روز خاطرات قدیمیتون رو زنده کنید. این روزا بازی‌های کامپیوتری آنلاین بین کاربرا خیلی محبوبیت پیدا کردن و رقابت بینشون خیلی زیاده و میلیون‌ها کاربر رو جذب خودشون می‌کنن. اگر می‌خواید بدونید دلیل این همه هیاهو چیه، برید به twitch.tv که 24 ساعته استریمینگ زنده از گیم‌های آنلاین داره.
تعداد اعضای سایت بیشتر از 1 میلیون نفره و ماهانه بیشتر از 50 میلیون کاربر فعال داره و مرتب ویدیوهای تازه توی سایت اضافه میشن. این نشون میده که جا برای همچین سایت هایی توی اینترنت بازه. سایت اونقدر محبوب شده که گوگل اخیراً پیشنهاد داده اون رو به قیمت 1 میلیارد دلار بخره. حواستون باشه، با اینکه به کاربر در به کار بردن ادبیات مؤدبانه تاکید میکنه، توی بعضی از پست‌ها متاسفانه ادب خیلی رعایت نشده. در ضمن افراد زیر 18 سال برای استفاده از سایت باید زیر نظر یک بزرگسال این کار رو انجام بدن. و وقتی کامنت های کاربرا رو میخونید ممکنه به واژه هایی بر بخورید که معنیشون رو نمیدونید. اینجا میتونید با این آزمون کوچیک وسعت دایره لغاتتون رو در زمینه تکنولوژی امتحان کنید. به نظر میرسه آزمون های آنلاین تمومی ندارن و همیشه یه آزمون تازه پیدا میشه که سرمون رو گرم کنه. اما اگر حوصله این رو ندارید که فکرتون رو به کار بگیرید و ترجیح میدید ذهنتون رو خالی کنید و آرامش پیدا کنید، چطور اصلا یه گوشه بشینید و هیچ کاری نکنید؟ این سایت ازتون میخواد که 2 دقیقه از وقتتون رو فقط توی آرامش بشینید و حتی به موس هم دست نزنید. مسئله اینه که آیا کسی واقعا میتونه این کار بکنه؟ اپلیکیشن اندروید و آیفون راهنمای موزه موسیقی ایران برای بازدید کنندگان این موزه که در شمال شهر تهران واقع است طراحی شده. این اپ با استفاده از فناوری QR کد امکان مشاهده و شنیدن توضیحات تکمیلی در داخل موزه را برای بازدید کننده ها فراهم می کنه. برنامه نفتی کلیک همینجا به پایان میرسه. تکرار این برنامه رو میتونید تو وبسایت ما ببینید، نشونیش هست bbcpersian.com/click. با ما در تماس باشید در طریق ایمیل persianclick@bbc.co.uk، از طریق توییتر @persianclick و از طریق صفحه فیسبوک ما به نشونی facebook.com/persianclick. ممنون از همراهیتون، تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.